مراسم افتتاحیه یورو 2024 با نبرد آلمان و اسکاتلند تا ساعتی دیگه با ما همراه باشید جزئیات یورو 2024 رو و مراسم افتتاحیه رو بهتون میگم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه خب هفته همین دوره جام ملت های اروپا یورو 2024 امروز جمعه 25 خورداد ما تا ساعتی دیگه آغاز میشه رقابت های یورو 2024 هفته همین دوره خودش رو داره تا ساعتی دیگه به مدت یک ماه شروع میکنه این تورنمنت که یکی از مهمترین تورنمنت‌های های فوتبالی جهان به حساب میاد به میزبانی کشور آلمان برگزار میشه و نبرد افتتاحی هم بین تیم ملی آلمان میزبان رقابت ها و تیم اسکاتلند هستش توی رقابت های امسال 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی حضور دارند که در گروه A آلمان، اسکاتلند، مجارستان و سوئیس، گروه B اسپانیا، کرواسی، ایتالیا و آلبانی، گروه سی، انگلیس، اسلوونی، دانمارک و سربستان، گروه دی، هلند، فرانسه، لهستان و اتریش، گروه ای، بلژیک، اسلوواکی، اوکراین و رومانی، گروه F پرتغال، چک و گرجستان و ترکیه حضور دارند. بازی افتتاحی امروز جمعه 25 خورداد برگزار میشه و حدودا یک ماه رقابت ها به طول می انجامه و یک شنبه 24 تیر ماه هم بازی فینال در ورزشگاه المپیک برلین برگزار میشه اکثر بازی ها حوالی ساعت 22 30 دقیقه برگزار میشه ولی بعضی از بازی ها هم حوالی ساعت 7.30 بعد از ظهر بستش بین تیم های حاضر در این رقابت ها ایتالیا مدافع قهرمانی و تیم های مثل آلمان که میزبان رقابت ها و اسپانیا انگلیس فرانسه و تیم های پرتغال جزء مدعیان این دوره هستند سختترین گروه رو میتونیم گروه دی که هلند و فرانسه و لهستان و اتریش تو حضور دارن بدونیم البته گروه بی هم که اسپانیا و ایتالیا و کرواسی و آلبانی تو حضور دارن میتونیم یکی از گروه های سخت بدونیم چون اسپانیا خودش دوره چند دوره قبل هم قهرمان اروپا شد و هم قهرمان جهان کرواسی هم جز هایی که توی چند دوره اخیر جام جهانی خیلی خوب درخشیده و تونسته حتی تا تا مقام سومی هم برسه ایتالیا هم که مدافع عنوان قهرمانی هستش اما دیدار افتتاحیه این مسابقات بین تیم آلمان و اسکاتلند امشب از ساعت 22 دقیقه به وقت تهران شروع میشه که نخستین بازی یورو 2024 هست این دیدار برای بسیاری از علاقمندان جذاب و حساس خواهد بود تیم آلمان و اسکاتلند یکی از قدیمی ترین جدال فوتبالی رو در اروپا داشتن. نخستین تقابلشون در سال 1929 یعنی حدود 100 سال پیش بوده. و در مجموع هم 17 بار با هم بازی کردن که 8 برد سهم آلمان بوده و 4 برد سهم اسکاتلند و کلا هم 5 بار تساوی داشتم. آلمان در قرن 21 یعنی حدودا 20 سال اخیر موفق شده 3 بار تیم اسکاتلند رو شکست بده آخرین شکستش هم برابر اسکاتلند مربوط میشه به سال 1999 یعنی تو 25 سال اخیر هیچ وقت مقابل اسکاتلند شکست نخورده توی دیداری هم که در سال 99 برگزار کردن در جریان یه دیدار دوستانه دون هاچسون برای اسکاتلند گلزنی میکنه چهار تقابل اخیر اونها هم با گلزنی هر دو تیم به پایان رسیده و از مهمترین اونها میتونیم بر بازی که در جام جهانی 1986 بازی کردن اشاره بکنیم که آلمان توی اون جام تونست نایب قهرمان بشه اونها در مرحله گروهی به مساف یکدیگر رفتن که شاگردان بکنبایر بر تحت هدایت سر الکس فرگوسن تونستن غلبه بکنن در یورو 1992 هم آلمان بازی رو در مرحله گروهی با اسکاتلند موفق شدش با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسه توماس مولر با چهار گل زده برابر اسکاتلند آمار خوبی رو از خودش به هر جا گذاشته و بهترین بازیکن آلمان ها برابر اسکاتلند در دیدارهای مختلف بوده و بعد از مولر اولر سلر بهترین گلزن آلمان برابر بازی های اسکاتلند بوده مولر در فصل گذشته با پنج گل و نه پاس گل کم اثر ترین فصلش رو تجربه کرد و انگار سن و سالش بالا رفته و احتمال داره که مقابل اسکاتلند نتونه اون ورژن خوب و همیشگیش رو داشته باشه اما دو بازی آخری هم که این دو تیم برابر همدیگه داشتن در جامعه ملت های اروپا 2016 بوده که آرمان یک بار 3-2 تونسته اسکاتلند رو شکست بده و یک بار هم 2-1 پنج بازی آخر آلمان هم بر میگرده به دیدارهای دوستانهی که در 5-6 ماه اخیر انجام داده که از این پنج بازی آخر سه پیروزی یک تصاوی و یک شکست رو تجربه کرده آلمان در بازی که 18 خورداد امسال برگزار کرد برابر یونان تونست با نتیجه دو بر یک یونان رو شکست بده توی بازی که 14 خورداد در یک دیدار دوستانه برابر اوکراین داشت به نتیجه سفر سفر تصاوی رسید و در هفت فروردین ماه امسال دو یک هلند رو شکست داد تیم آلمان در چهار فروردین ماه امسال هم دو بر صفر تیم قوی فرانسه رو شکست داد ولی خب در دیداری که آوان ماه سال گذشته یعنی حدودا 6 7 ماه پیش برگزار کردش برابر اتریش با نتیجه دو بر شکست خورد ولی در نقطه مقابل تیم اسکاتلند خیلی نمایش جالبی رو توی پنج بازی آخرش نداشته اونها در 18 خورداد در یک بازی دوستانه برابر تیم ملی فنلاند با نتیجه دو بر دو به تصاوی رسیدن اونها جبل و تارق رو که یه تیم خیلی ضعیف اروپایی هستش در 14 خورداد ما در یه دیدار دوستانه دو بر سفر شکست دادن در هفته فروردین ماه برابر ایلند شمالی که بازی تیم متوسط اروپایی به حساب میاد یک بر صفر شکست خوردن اونها در دیداری هم که برابر هلند داشتن با نتیجه چهار بر صفر از هلند شکست خوردن یعنی هلندی که آلمان توی هفت فروردین دو یک شکست داده بود چند روز قبلش یعنی سه فروردین تونسته بود چهار هیچ اسکاتلند رو شکست بده یعنی اختلاف این دو تیم در این حده که اسکاتلند چهار هیچ از هلند شکست میخوره ولی همون تیم هفته بعدش دو یک از آلمان شکست میخوره اونها در بازی هم که در 28 آبان 1402 برگزار کردن با نتیجه 0 3 بر 3 برابر نروژ به تصاویر رسیدن و کلا خیلی تیم قوی نشون نمیده توی این گروهی هم که حضور داره جز تیم ضعیف به حساب میاد که خیلی شاید امیدی هم برای صعود به عنوان تیم دوم رو هم حتی نداشته باشه و حداقل روی کاغذ آلمان شانس بیشتری برای پیروزی در این بازی داره حتما نظرتون رو بر ما راجع به تقابل آلمان و اسکاتلند بنویسید و بهمون به بگید که به نظرتون برنده ای این بازی کدوم تیم خواهد بود ممنون از همراهیتون با این ویدیو یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیو رو تماشا کنیم